دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز در خدمتتون هستم با آموزش دال عدس پلو، یک پلو فوق‌العاده خوشمزه. امیدوارم که بپسندید. احتیاج داریم به برنج، دال عدس، زعفرون دم کشیده، گوشت چرخ کرده، پیاز، سیر، جعفری تازه ساتوری شده، آرد نون و ادویه هامون شامل نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، پودر زیره و پودر پاپریکا. 300 گرم گوشت چرخ کرده رو داخل یک کاسه می‌ریزیم. یه دونه پیاز بزرگ رو رنده می‌کنیم، آب اضافیش رو می‌گیریم و به گوشت اضافه می‌کنیم. 5-6 قاشق غذاخوری جعفری تازه ساتوری شده. 2 قاشق غذاخوری آرد نون. 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه. حالا تمام مواد رو برای 5-6 دقیقه خیلی خوب ورز میدیم تا حالت چسبندگی پیدا کنه. نمک رو فراموش کردم، یه مقدار خیلی کم هم نمک اضافه. بعد از اینکه گوشت رو خیلی خوب ورز دادیم، یه مقدار از گوشت رو به اندازه کوچکتر از یک گردو برمی‌داریم و توی دستمون به صورت یک توپ درست می‌کنیم. به این ترتیب. به همین ترتیب تمام گوشت ها رو قلقلی میکنیم و کنار میذاریم. بعد از اینکه کوفته قلقلی ها رو به این ترتیب آماده کردیم، اون رو برای 1 ساعت داخل یخچال قرار میدیم تا مزه مواد به خورده همدیگه بره. 2 پیمان دال عدس رو خیلی خوب میشوریم به طوری که بعد از شستن آب اون باید کاملا شفاف بشه. مقداری آب سرد روی اون میریزیم و برای نیم ساعت اون رو کنار میذاریم تا کمی نرم بشه. بعد از نیم ساعت اون رو داخل یک صافی می‌ریزیم و می‌ذاریم که کاملاً آبش کشیده بشه. 3 تا پیاز متوسط رو خلالی خورد می‌کنیم و با 3-4 قاشق غذاخوری روغن تفت می‌دیم تا به صورت نیمه طلایی در بیاد. وقتی که پیازها نیمه طلایی شدن، نوبت اضافه کردن دال عدس است. دال عدس کاملا آبش کشیده شده و خشک شده. تو این مرحله اون رو اضافه می‌کنیم. به همراه 1 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری پودر پاپریکا. حالا برای 2 دقیقه دال عدس رو به همراه پیاز داغ تفت میده. دال عدس احتیاج به پختن نداره، با خیس کردن و بخار پلو کاملا پخته میشه. و اینکه هر چقدر پیاز داغ این پلو بیشتر باشه، خوشمزه تر میشه. بعد از 2 دقیقه 2 تا حبه سیر رو خیلی خیلی ریز خورد میکنیم و به ماهیتابمون اضافه میکنیم و 1 دقیقه دیگه هم سیر رو تفت میده. خب دوستان، دال عدس آماده شد. حرارت رو خاموش میکنیم، ماهیتابه رو کنار میذاریم. داخل یک ماهیتابه 1-2 قاشق غذاخوری روغن میریزیم و کوفته قلقلی ها رو که 1 ساعت داخل یخچال بود و مزه دار شد رو بهش اضافه میکنیم و اونها رو به حرارت متوسط تفت میدیم تا سرخ بشه. خب کوفته ها کاملا سرخ شدن، اونها رو کنار میزنیم. خب دوستان، رسیدیم به مرحله آماده کردن برنجمون. طبق روال همیشه داخل یه قابلمه بزرگ رو تا نیمه آب میکنیم و میذاریم که آب قابلمه به جوش بیاد. 3 پیمان برنج رو
که از 2 ساعت قبل داخل آب ولرم و نمک خیس کردیم، توی مرحله آبش رو دور میریزیم و برنج رو به آب در حال جوش اضافه میکنیم. خب حالا میذاریم که برنج پخته بشه و بعد اون رو آبکش میکنیم. بعد از آبکش کردن برنج، کف قابلمه مقداری روغن میریزیم و تعدیگی رو که دوست داریم میچینیم. من از سیب زمینی استفاده میکنم. شما میتونید هر مدل تعدیگی که دوست دارید کف قابلمتون بچینید. 2-3 کفگیر از برنجمون رو داخل قابلمه میریزیم. و از مایه دال عدس روی سطح برنجمون میدیم. به به به، چه رنگی، چقدر زیبا، بی‌نظیر. کمی هم پودر زیره روی اون میدیم، خیلی کم. و کمی هم زعفرون دم کشیده. و از کوفته قلقلی هایی که آماده کردیم، سرخ کردیم، روی برنج رو میذاریم. به همین ترتیب لایه لایه تمام مواد رو داخل قابلمه میریزیم تا تموم بشه. بعد از اینکه تمام مواد رو داخل قابلمه ریختیم، چند تا سوراخ توی برنجمون میزنیم. به این ترتیب بخار قابلمه زودتر بالا میاد. نصف لیوان آب رو هم از کنارهای قابلمه داخل قابلمه میریزیم. حرارت اجاق گاز رو روی درجه متوسط میذاریم، در قابلمه رو میبندیم و میذاریم که قابلمه بخار کنه. خب دوستان، بخار قابلمه بالا اومد. حالا من توی مرحله یه مقدار کره رو به صورت ورقه‌ای برش زدم و روی سطح برنج میذارم. یک پارچه نخی تمیز و یا یک دمکنی رو روی قابلمه میذاریم، در قابلمه رو میبندیم و با حرارت ملایم میذاریم برای 40 دقیقه پلو کاملا دم بکشه. من یه مقدار زرشک و خلال پسته رو برای تزئین روی غذا زمان سرو آماده میکنم. این تزئین ضروری نیست و کاملا اختیاریه، میتونید این کار رو انجام ندید. یک قاشق غذاخوری روغن و یک قاشق غذاخوری کره را داخل یک ماهیتابه میریزیم و زرشک و خلال پسته رو حدود 30 ثانیه تفت میده. خب دوستان، 40 دقیقه گذشت، پلو کاملا دم کشیده و آماده شده. به 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 به، ببینید که چقدر این پلو زیباست و چقدر خوش عطر و بو شده. یک پلوی فوق‌العاده خوشمزه، خوش رنگ و لعاب و البته پرخاصیت تقدیم به همه شما دوستان عزیزم. امیدوارم که شما هم این پلوی خوشمزه رو به همین ترتیب آماده کنید و در کنار عزیزانتون با دل شاد نوش جون کنید. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه و یک غذای دیگه، خدا نگهدار.